سرخط خبرها. استراحت کارکنان در فرودگاه‌های لندن باعث شد تا مسافران هم فرصت بیشتری برای استراحت به دست بیاورند. در ایران به این پدیده اعتصاب می‌گویند. آمریکا قهرمان شد. این کشور با داشتن 30% از زنان زندانی جهان رتبه اول را از آن خود کرد. اضافه شدن درس خارج فقه و احکام شرعی به کنداکتور شبکه من و تو. و باخت مراکش هم کار خودشان است. هنوز مشخص نشده این کار چه سودی برای حکومت ایران داشته. سلام بر شما، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگر از تلویزیون فارسی دی بی سی. با گذشت حدود 3 ماه از اعتراضات خیابانی در ایران، جنبشی که با شعار زن زندگی آزادی فعالیت می‌کند، دستاوردهایی داشته که تاکنون در خیزش‌های مردمی ایران یا دیده نشده بود یا کمتر سابقه داشته. همکارم سیاوش ارغوان نگاهی انداخته به دستاوردهای نزدیک به 12 هفته مبارزه و اعتراض. اینجا خیابان است. خیابانی که 3 ماه است لحظه‌ای از حضور خالی نبوده. حضور پرشور و خروش میلیون‌ها مرد و زن برای تحقق این شعار: زن، زندگی، آزادی. شعاری که کلمه به کلمه آن به بهترین نحو ممکن توسط جریان معترض و جنبش و انقلاب در حال شدن نموده عملی پیدا کرده. زن، قشری که سالها در ایران برای قرارگیری در کانون توجه یا باید مدارج علمی بالایی به دست می آورد یا فرزندانی نخبه و نمونه تربیت می کرد و یا بر قله های ورزش می ایستاد. حالا به راحتی بالا رفتن از یک سطل آشغال، برداشتن یک روسری یا به راحتی درآوردن لباس به تیتر اول رسانه‌های سراسر دنیا تبدیل می‌شود. و البته بودند زنانی که در مقابل این راه راحت شهرت مقاومت می‌کردند. اما حسن این انقلاب نو در این است که فایده‌اش تنها به همراهانش نمی‌رسد. حالا هزاران زن بدون اینکه قدم از قدم بردارند، در فضای حقیقی و مجازی در کانون توجه هستند. زنانی که در حد اقلی ترین برآوردها روزانه مخاطب هزاران جمله و کلمه موسوم به فحش هستند. تا پیش از این در یک تقسیم ناعادلانه فحش، عمه‌ها برخورداری فحش بیشتری داشتند. در این جنبش حتی به زنهای گمنام پشت پرده هم بها داده شده. زنانی که عامل موفقیت مردانی بودند که در جمهوری اسلامی به مسئولیتی رسیدند، اما هیچ کس نام و نشانی از آنها نداشت. حالا به لطف این جنبش همه نام، نشان و حتی شماره تلفن خیلی از زنان را که شوهر و پدر و برادرشان مسئولیتی دارند را می‌دانند. زندگی شیرین و دوست داشتنی، اما وای از روزی که همین شیرینی و آرامش تکرار شود و تکراری. مزه تکراری کم کم بیمزه می شود، حتی اگر شیرین باشد. گاهی همین تکرار مکرر شیرینی به طعم تلخ مرض قند منتهی می شود. پیش از این جنبش مردم ایران دچار تکرار بودند. خیابانهایی هر روز مثل دیروز، پر از ماشین، پر از آدم. آدمهایی که صبح از خانه خارج می شدند و شب دوباره برمی گشتند، بیان که بیمی از برنگشتن باشد، بی هیچ هیجانی. زن ناامنی اذیتم که گفتم نکنه، بعد چون حجاب دارم. اما حالا 3 ماه هست که این رویه تکراری به پایان رسیده. هر چند روز یک بار گوشه از این نقشه اتفاقی نو دارد و هیجانی تازه. شیراز، مشهد، کرج، اصفهان، زاهدان، انزلی، بوکان، ایزه، قوچان، هیچ کجا برگشتن به خانه اتفاقی تکراری نیست. اهالی خانه ذوق دیدن دارند، چون بیم ندیدن را چشیدند. و چه کسی است که نداند فایده های بیشمار هیجان را برای سلامتی روح و روان. آزادی. ابتدای این جنبش تا کنون روزی در ایران شب نشده و شبی روز نشده، مگر اینکه در آن شهروند و گروهی مخیر و آزاد در انتخاب بین دو گزینه بودند. و چه آزادی از این بیشتر که تو خود انتخاب کنی که کدام راه را بروی. شبی انتخاب بین اینکه شعار دلخواهشان را بدهی یا دیگر در این دنیا نباشی، روزی دیگر انتخاب بین پر کردن کلیپ و عذرخواهی یا چشیدن بوی خوش شکلات و آجیلهایت که در آتش برشته و خیلی برشته می شوند. یا آقای شکلاتی به من تو بازار، آقا چه کردن وای بیچاره، آخه این طریقشه. بعد اونجا یه آقایی میگه فلان. و روزی انتخاب بین اینکه قفل مغازه‌ات را که با چسب پر شده ببری و دور بیاندازی، یا آزادانه انتخاب کنی که در اعتصابی که برایت برنامه ریزی کردن شرکت کنی. حالا شما با گرما و اینا دارین بازی میکنین، آره؟ بله. میگم مسیجاری میگم قفل ما خراب بشه تا خود بالا. در این مسیر رسیدن به آزادی دور برگردان هم نداری، یا به سوی آزادی میروی یا میبرندت. پس اگر در میانه مبارزه دستت لرزید و خواستی برگردی، نگران نشو.
چون هم قطارانت حواسشان به تو هست. نمونهش مبارزی که وسط محاکمه دست جمعی یک مزدور یا کسی که فقط ظاهرش به آنها میخورد ناخودآگاه دلش لرزید و گفت نزنیدش، اما دوستانش نگذاشتند او به آزادی پشت کند. و همه اینها فقط و فقط به لطف این جنبش است که به دست آمده. دستاوردهای این جنبش بیشمار است. حیف که مجال روایت ما کوتاه بود. سیاوش ارغوان، TBC فارسی. مجید رضا رهنورد یکی از معترضان مشهدی که توسط پلیس دستگیر شده بود اعدام شد. این معترض مشهدی ظاهراً به زنده بودن 6 جوان مشهدی دیگر معترض بوده و به نشانه اعتراض با چاقو به آنها ضرباتی زد که منجر به کشته شدن اتفاقی 2 نفر از آنها شد. اما حکومت ایران بار دیگر با اعدام این معترض بیگناه نشان داد که تصمیمی برای آرام کردن فضا و مدارا با جریان معترض ندارد. دکتر جلال کاووسی، تبصره‌شناس، حقوقدان و عضو کمیته اجرایی سازمان اروپایی حقوق عمومی، از پاریس همراه ماست. آقای کاووسی، جدای از این بحث عدم مدارا، به نظر میرسه از نظر حقوق جزای خود حکومت هم ایراداتی به این احکام وارده. نظر شما چیه؟ با یک مرور ساده در ماده و تبصره های قانون مجازات کاملا میشه صحت حقوقی، قانونی و حتی شرعی این احکام صادره رو زیر سوال برد. بار کردن عنوان محارب به کسی که در اقدامی اعتراضی چاقو در دست گرفته صحیح نیست، چرا که اقدام امثال آقای رهنورد در جهت اخافت الناس یا همون ترساندن مردم که قانون گذار بهش اشاره کرده نیست، بلکه این نوعی تشجیع الناس یا دل و جرأت دادن به مردم هست. آقای دکتر، موافقین این احکام میگن دست گرفتن چاقو و به گفته اونها حمله به حافظین امنیت یا مردم چطور میتونه مصداق تشجیع باشه؟ خیلی واضح و آشکاره که وجود چنین جوانانی با توانایی بالا در چاقو کشی که میتونن در کمتر از چند دقیقه به 6 نفر زخم کاری وارد کنن و 2 نفر رو بکشن، حتی اگر در ظاهر باعث ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای مردم بشه، در بطن خودش باعث قوت قلب صدها معترض و دلگرمی ده ها لیدر و پشتیبان جریان اعتراضی خواهد شد و همین دلگرمی ممکنه منجر به آتیش زدن فروشگاه و آمبولانس و بانک و گرم شدن دست جمعی مردم بشه، یا کاسب ها میتونن به پشتوانه وجود چنین چاقوکش های قهاری با خیال راحت از مشتری چک قبول کنند و اگر نقد نشد روی کمک اونها برای نقد کردنش با کسر درصدی متعارف حساب باز کنند، که این هم باز مصداقی از تشجیع الناس هست. آقای دکتر، شما فرمودید که با استناد به تبصره‌های زیادی میشه اثبات کرد که احکام صادر شده برای این معترضین درست نبوده. ممنون میشم اگر مصداقی هم به این تبصره‌ها اشاره کنید. مبحث تبصره موضوع مهمیه که در بسیاری از مواقع به کمک قاضی میاد تا در تفسیر احکام و نهایتاً انشای آرا ازش استفاده کنه. خوشبختانه با گسترش فضای مجازی شاهد این هستیم که هر روز تبصره‌های زیادی به احکام و قوانین ما پیوست میشه که دست قاضی رو باز میگذاره. مثلا یکی از جدیدترین تبصره‌ها که به بحث علل موجه جرم اشاره داره و اتفاقا آقای علی کریمی با فالوور میلیونی هم تاییدش کردن، میگه ورزشکار بودن، هنرمند بودن، خوشگل بودن، داشتن فالوور بالا، پدر و مادر داشتن، خواهر و برادر داشتن و امثال اینها از علل موجه جرم و تبرئه کننده مجرمه. اما متاسفانه قضات در جمهوری اسلامی به این تبصره ها توجه نمی کنن. ممنونم از دکتر جلال کاووسی، تبصره شناس و حقوقدان از پاریس. و چند خبر کوتاه. احترام به پناهجویان در باغ اروپا. تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی کشورهای اروپایی برای احترام به پناهجویان آنها را همچون پرنده‌های زینتی و گران قیمت در قفس نگهداری می‌کنند. پلیس آمریکا همیار معلمان. 715 دانش آموز دبستانی در سال جاری در این کشور توسط پلیس برای تربیت بازداشت شدند. و جشن و پایکوبی برای همدردی و مبارزه. در پارتی که به همت بنیاد حقوق بشری برومند برگزار شده بود، شرکت کنندگان برای مبارزه با جمهوری اسلامی چند ساعت خوردند و آشامیدند و رقصیدند. در این مراسم برای همدردی با مردم غمگین ایران بر روی میزها شمع روشن شده بود.
در پی حضور گروهی از نظامیان فرانسوی در بندر بلهاف در جنوب استان شبوه در حدود 230 مایلی شرق عدن، برخی رسانه‌ها فرانسه را به آنچه که دزدی منابع گازی یمن می‌خوانندش متهم کردند. اما بررسی‌های دی‌بی‌سی نشان می‌دهد هدف از ورود این نیروها تأمین امنیت پروژه استخراج و انتقال گاز طبیعی مایع است. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا در شرایطی که اروپا اینک در آستانه فصلی سرد و طبیعتاً سخت ایستاده و زمستان آمده پی نامردی، انتقال بدون رضایت گاز برای نجات شهروندان اروپایی ایرادی دارد؟ دکتر رامین مجتهد، کارشناس فقه اسلامی و رئیس اندیشکده اسلامشناسی منچستر، و همچنین دکتر الیاس احتشام، رئیس اندیشکده بین المللی فرهنگ و انسانشناسی از تگزاس با ما هستند. آقای دکتر مجتهد، با توجه به شرایطی که اروپا درگیر اون هست، آیا شما این نوع از انتقال گاز رو از کشوری مثل یمن که نسبت به اروپا گرمتر هست جایز میدونید؟ خب این اتفاق میمون و مبارک نه تنها جایز که مستحب مؤکد است و برای کسانی که در پروسه این انتقال سهیم هستند به ازای هر متر مکعب گاز بی نهایت حسنه نوشته می شود. پس یعنی شما این رو مصداق برداشتن بدون رضایت مال غیر یا همون دزدی نمی دونید؟ خیر، به هیچ وجه. شاید در ظاهر این کار شبیه به دزدی باشد، اما با در نظر گرفتن شرایط اضطرار که در برهه حساس کنونی مردم اروپا درگیر آن هستند، به روشنی می توان پی برد که این قبیل اقدامات تحت تاثیر اجبار صورت گرفته و مستحق جاری شدن حد دزدی نیست. ضمن اینکه در خاورمیانه به خاطر وفور نعمت گاز بهای کمتری دارد و مردم اسراف می‌کنند، اما با توجه به اینکه در اروپا بهای گاز با خون ابوی مکرون برابری می‌کند، مردم اگر بخواهند هم نمی‌توانند اسراف کنند، فلذا در این انتقال خیریت جلوگیری از اسراف هم نهفته است. ممنونیم از دکتر رامین مجتهد از منچستر. آقای احتشام، پیش از این در جریان شیوع کرونا هم شاهد این بودیم که کشورهای غربی برای به دست آوردن محموله‌های ماسک و ونتیلاتور دست به اقدامات مشابه زدن و محموله سایر کشورها رو برداشته و به کشور خودشون منتقل می‌کردن. رسانه‌های ناهمسو با غرب این قبیل رفتارها رو غیر اخلاقی تعبیر و مورد انتقاد قرار می‌دادن. آموزه‌های آنتروپولوژیستی غیر اخلاقی بودن این رفتارها رو تایید می‌کنه. خب قبل از هر چیز بابت گرفتگی صدام ازتون عذر میخوام، اما جواب سوالتون، ببینید متاسفانه رسانه هایی که این قضاوت های عجولانه و اشتباه رو انجام میدن در تحلیلشون به داده های آنتروپولوژیستی توجهی نمی کنند. با حداقل شناخت نسبت به انسان غربی و اسطوره‌هاشون متوجه میشیم که این رفتار نه تنها غیر اخلاقی نیست، بلکه یک حرکت انسان دوستانه و باستانی و اصیله. در گذشته های دور افرادی مثل رابین هود این وظیفه رو بر عهده داشتن تا با امانت گرفتن ثروت از اغنیا اون رو در اختیار قشر ضعیف جامعه قرار بدن و حالا دولت مردان این کشورها دارند همون کار رو می کنند. مگر کسی به کار رابین هود شبهه غیر اخلاقی بودن رو می زد که الان بگیم کار این کشورها بی اخلاقیه؟ رابین هود پول و طلا رو از خانواده های اشرافی می گرفت و به فقرا می داد. کشورهای اروپایی نفت و گاز رو از کشورهای با ذخایر انرژی زیاد می گیرند و به مردم کشور خودشون می دن. اصل عمل که تفاوتی نداره، فقط کالای متفاوتی رد و بدل می شه. ممنونم از دکتر الیاس احتشام که از تگزاس همراه ما بودند. در ادامه اعتراضات علیه حکومت ایران، بنیاد برومند متعلق به خواهران برومند که از فعالان به نام حقوق بشر و مخالف جمهوری اسلامی هستند، در نیویورک اقدام به برگزاری ایونت یا رویدادی اعتراضی با عنوان برای آزادی کرد. اما این اقدام با هجمه‌ها و انتقاداتی از سوی رسانه‌های حامی حکومت و حتی برخی مخالفان حکومت همراه بود. در این رابطه گفتگویی داریم با شهرام کاسبکار، کارشناس مسائل اقتصادی از نیویورک. آقای کاسبکار، منتقدین با اشاره به اینکه خواهران برومند در این رویداد اعتراضی که به گفته اونها به مهمانی و پارتی شبیه تر بوده، اقدام به بلیت فروشی و گرفتن ورودی از حاضرین کرده بودند، اون رو مصداق کاسبی از اوضاع کنونی ایران و سوء استفاده از جریان اعتراضی دونستند. نظر شما چیه؟ خب اساساً اصل کاسبی که ایرادی نداره و در همه نظام‌های حقوقی دنیا کاسبی قانونیه. در مورد کاسبی در خلال مبارزه هم که قبل از خواهران برومند پیشکسوت‌هایی مثل سازمان مجاهدین و مسیح علی نژاد این را تجربه کرده بودند.
اما اگر نظر منتقدین اینه چرا خواهران برومند از ایونتی که با عنوان برای آزادی بوده برای رقص و نوشیدن می و کسب درآمد استفاده کردن، من ندیدم قبل‌تر کسی این برند رو برای برگزاری ایونت ثبت تجاری کرده باشه. ابتکار خودشون بود و حق سرقفلی دارن. من متوجه ایرادی که میگیرن نمیشم. منتقدین میگن چرا باید وقتی لیدرهای جریان اعتراضی و اپوزیسیون خارج نشین مردم ایران رو دعوت به حضور خیابانی و مبارزه میکنه، خودشون با گرفتن ورودی های 80، 120 و 200 دلاری از حاضرین در یک ایونت که به نیت اعتراض برگزار شده کسب درآمد بکنه؟ اگر منظورتون اینه که زیاد گرفتن، خب با توجه به اینکه این نوع رویداد تا کنون در دنیا سابقه نداشته و خیلی اسپیشیال و خاص بوده، پس ارزش این مبالغ رو داشته. اما اگر منظور اینه که اساساً چرا باید پول بگیرن، خب مبارزه هزینه داره و معترضین خارج از کشور متاسفانه توفیق هزینه دادن رو تا کنون نداشتن. خواهران برومند با این کار تصمیم گرفتن این گروه رو هم از هزینه دادن بی نصیب نذارن، ضمن اینکه جنبش هم مثل هر بیزینس موفقی نیاز به درآمد داره. لیدرهای جریان صبح تا شب یا دارن کلیپ پر میکنن یا استوری میذارن و مردم رو دعوت به اعتصاب و عزا میکنن برای بارگذاری اینها و خرید بسته اینترنت و برای ادامه مبارزه نیاز به پول و انرژی دارن. یک بیزینس نرمال برای خرج یا هزینه نیاز به دخل یا درآمد داره. نکته آخر، یه ضرب المثل ایرانی داریم که میگه اگر برای شما آب نداشت برای ما نون داشت. این توجه ایرانی ها به مسئله کسب درآمد رو نشون میده و از قدیم هم سابقه داشته. بالاخره چون احتمال شکست جنبش وجود داره و ممکنه جنبش در رسیدن به آب ناکام بمونه، چه ایرادی داره حداقل در کنار چند نفر به نون برسن؟ ممنونیم از شهرام کاسبکار، کارشناس مسائل اقتصادی از نیویورک، و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری از تلویزیون فارسی دی بی سی.